سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو مشاهده میکنید. ویدیوهای ما مطابق معمول و همیشگی در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و سایر شبکه‌های اجتماعی آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی و بلاکچین رو با شما به اشتراک میذاریم. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص مفهوم پول فیات با هم صحبت کنیم. این واژه رو شاید بارها تو ویدیوهای مختلف ما شنیدین و شاید قبل از اون هم جاهای مختلفی با این واژه برخورد کرده باشین. توی این ویدیو میخوایم در خصوص این که اصلا چیستی پول فیات و تفاوتهای اون با کریپتوکارنسی صحبت کنیم. اگر به مفهوم بلاکچین علاقمند هستین، پیشنهاد میکنم قبل از هر چیزی عضو کانال ماشین با سابسکرایب کردن کانال و فشردن اون زنگوله از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما به لحظه برای شما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه با خبر میشید. درسته، پول فیات، اولین چیزی که به ذهن میاد این فیات با اون فیات آیا یکی اصلا ربطی هم دارن با هم دیگه؟ نه، دو تا واژه متفاوت هستن. پول فیات برگرفته از یک واژه لاتینه که به معنی پول بدون پشتوانه هست و هیچ ربطی هم به این ماشینه نداره، اما نحوه نگارششون شبیه همدیگه است. خب میخوایم در مورد این تفاوت پول فیات با رمز ارز با هم صحبت کنیم، اما قبلش میخوایم به چند تا نکته اشاره کنیم. پول فیات همون پول کاغذی، همون اسکناس و سکه‌ای که دست شماست و دارین تو مبادلات روزانه ازش استفاده میکنید. مجوز چاپ اسکناس در کشورهای مختلف مطابق قانون و مقرراتی که بر اون کشورها حاکم هست بر عهده و وظیفه بانک مرکزی کشور است و کسی به غیر از اون سازمان اجازه چاپ و تولید اسکناس و به صورت کلی پول فیات نداره و به عنوان جرم حساب میشه. حتما شنیدین جا اعلانی که مثلا اسکناس جعل میکردن دستگیر شدن یا باندش شناسایی شد یا باندش متلاشی شد. پس این معید این موضوعی که پول فیات بر چاپش و تکثیرش فقط بر عهده بانک مرکزی، نه هیچ سازمان و ارگان دیگه، و هیچ کسی هم اجازه نداره و اگر انجام بده به عنوان یک مجرم شناخته میشه. اما تو کریپتوکارنسی اصلا داستان اینجوری نیست. شمایی که همین شما آره شمایی که داری منو نگاه میکنی و گوش میکنی همین الان میتونی برای خودت یه پول طراحی کنی بر مبنای یک فعالیت. ما انواع کریپتوکارنسی رو با هم دیدیم و در خصوص این یه مجموعه ویدیو کاملی تهیه کردیم که در قالب ICO هست. این بالا براتون کاردش میکنم که بتونید ازش استفاده کنید. این بالا سمت راست الان میبینیدش. خب پس شما میتونید تو کریپتوکارنسی داستان فرق کرد. اون چیزی که الان میگن به عنوان تهدید بانک مرکزی کشورهای مختلف است، همین جریان اینی که هر کسی میتونه برای خودش پول درست کنه. اصلا علت این که یه پول کریپتوکارنسی، یه کوین، یه توکن میاد و مورد استفاده قرار میگیره چیه؟ این به خاطر اینکه مورد تایید و وثوق تعداد زیادی از آدماست، میپذیرن که بر اساس اون با همدیگه معامله انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن. توی ویدیوی در خصوص نزدیکترین BTM بهتون در این مورد کلی صحبت کردیم. شما میتونید اصلا لیست مراکزی که این خدماتو میدن خیلی راحت گوگل کنید به دست بیارید و به جایی که بهشون پول ارز رایج اون کشور مقصد رو بدید از همین ارزها استفاده بکنید و خدماتتون دریافت بکنید. چند سال پیش تو جشن شکوفای ژاپن از این کریپتوکارنسی ها برای جذب توریست استفاده کردن. چرا؟ چون طرف چند بار اکسچنج نمیداده که بیاد تبدیل کنه به یوان، یوان هم ببره خرید کنه. خیلی راحت کریپتو رو توی کشور مقصد تبدیل میکرده ارزش رو به کریپتو و کریپتو رو توی کشور مبدا که همون ژاپن بوده به عنوان خدماتی که میخواد بگیره خرج میکرده. پس یواش یواش داریم میریم سمت این که یه سری این کوین ها و توکن ها مورد وثوق همه توی دنیا باشه و حاضر باشه بابت خدماتی که بهت میده از این استفاده کنه. پس بزرگترین تفاوت پول فیات با کریپتوکارنسی این شد که اونجا محدودیت ها و الزامات قانونی مبنی بر این که فقط دولت ها و بانک های مرکزی مجوز چاپ و انتشار اسکناس ها رو دارن، در صورتی که اینجا اصلا همچین چیزی نیست.
حتی ارزی به نام ریپل وجود داره که این کوین به راحتی امکان تبادل پول رو بین بانک ها داره فراهم میکنه. یعنی اون کاری که سویفت انجام میداده با اون مدت زمان کنترلی و پروسه طولانی و هزینه بالا رو داره کمتر از ثانیه انجام میده و با هزینه ناچیز. این بازاره داره متحول میشه. خب کسایی که به این دقت کردن رفتن سمت نئو بانک ها، شعب رو حذف کردن. تو داخل کشور هم میبینیم یک سری بانک های خصوصی هم به این سمت رفتن، شعبشون دارن کم میکنن، رو تواناییشون رو گذاشتن روی توسعه شبکه خدمات الکترونیکیشون، اینترنت بانکشون رو فعال کردن، موبایل بانکشون رو فعال کردن، از فرمت های جدید نئو بانک دارن استفاده میکنن. این نئو بانک رو الان این بغل براتون اسپلش رو مینویسم، گوگلش هم بکنید کلی مطلب پیدا میکنید. انگلستان پیشرو تو این زمینه، به علت اینکه با بحران مالی بانک ها مواجه شد رفت سمت همچین موضوعی. N26 یه نئو بانک آلمانیه که تعداد زیادی اصلا شعبه‌ای که نداره، تعداد زیادی مشتری در سطح دنیا داره، 7/24 داره خدمات میده، منابع مالی عظیمی رو جذب کرده به خودش. پس ببین این مدل داره عوض میشه. حالا این پول فیاته که پول بدون پشتوانه است، هی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. ریچارد نیکسون داستانش رو میدونید دیگه، 1971 حدود 1350 خورشیدی میشه اگر اشتباه نکرده باشم، میاد پشتوانه طلا رو از پشت دلار ور میداره و مسیر توسعه رو بر مبنای فعالیت شرکت ها میذاره. خب این پشتوانه که برداشته شد، یعنی طلای معادل اون نزد بانک مرکزی یا خزانه وجود نداشت. هر موقع که کم می آوردن دست می کردن در جیب بانک مرکزی دولت ها و اون پولی که می خواستن رو در قالب چاپ پول تأمین می کردن و خرج می کردن. خیلی راحت، پشتوانه هم که نداشت دیگه، کنترلش هم که دست خودشونه، کسی غیر از خودشون هم که نمی تونه چاپ کنه. خب این باعث شد که ارزش پول هی کم و کم و کم و کمتر شه. شاید شما هم از پدر بزرگاتون، پدراتون شنیده باشین که مثلا یه موقعی مثلا نون می‌خریدن 1 قرون، ولی الان تفاوت کرده. این داستان کاهش ارزش پوله. شاید یه روزی، حالا توی اینترنت هم گوگل کنید، یه مثلا خیلی سال پیش با 1 دلار یه سبد غذایی کامل میشد تهیه کرد، ولی با این 1 دلار الان مثلا کار خیلی خاصی نمیشه انجام داد. این نشون دهنده این که ارزش این پوله داره از هر روز کمتر از دیروز میشه. و حالا داستانی که نیکسون به وجود آورد، بعد 50 سال تبدیل شده به یه استاندارد، یعنی همه این پولای فیاتو میزنن و به این صورت دارن ازش استفاده میکنن. ولی غافل از این که تکنولوژی اومده قاتل بانکداری سنتی شده و تبادلات مالی بر مبنای تفکر قدیمی رو داره متحول میکنه. و خب کریپتوکارنسی این هم در موردش مقاومت میشه. اینه که شما بیاین از یه راننده تاکسی بیاین در مورد مثلا اوبر بپرسید، یا در از یه هتل دار بیاین از نظرش درباره ای بی ام بی بپرسین. ای بی ام بی میدونید یه سایتیه که در سراسر دنیا این امکانه میده که شما بتونید اتاق رزرو کنید با هزینه های پایین تر. میدونید چه بیزنسی رو از دست هتل دارا و موتل و سویت دارا در آورده و بقیه رو بدون اینکه استی بخره آورده درگیر این بیزنس کرده، یه کمیشنی هم بابت این میگیره و این کامیشن خب از خلاقیت صاحب ایده و بر مبنای فناوری اطلاعات بوده. پس میبینی فناوری اطلاعات حوزه های دیگه کسب و کار رو به شدت متحول کرده. حالا زورش به حوزه بانکی خیلی نرسیده، اما دلیل بر این نیست که در آینده هم نرسه. یه روزی شاید عکساشو دیده باشین، سازمان بورس تهران با گچ و تخته کار میکردن، قیمت ها رو مینوشتن و پاک میکردن. حالا شما به نقطه رسیدی که به لحظه اوردر که میذاری مستقیم میره توی تابلو قرار میگیره، تو هسته معاملاتی ثبت میشه و شما سرعت انتقال اطلاعات رو میبینید چقدر بالاتر رفته. تحلیل های مختلف اومده، ربات های معامله گر اومده، کلی آدم اومدن که مثلا سیگنال میدن، که همین داستان تو کریپتوکارنسی هم هست. اینا مجموعه تفاوت های بین پول فیات با کریپتوکارنسی بود و هدف ما توی این ویدیو آموزش این که اصلا پول فیات چه این عبارته، چه شکلی نوشته میشه، تاریخچه‌اش چی بوده، چه جوری اومده و حالا هی که داره میره جلوتر، بعد یواش یواش گوشمون عادت کنه به شنیدن
کریپتوکارنسی و اینکه هر کسی میتونه برای خودش کوین و توکنش رو بزنه، مهم اینه که مورد وثوق بقیه و استقبال بقیه برای معامله گری هم قرار بگیره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. با لایک، اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید. این ویدیوهایی که این پایین میبینید و ما برای شما قرار دادیم تا بتونید مجموعه دانشیتون رو نسبت به موضوع کریپتوکارنسی تکمیل بکنید. پیشنهاد میکنم ویدیوها رو ببینید. خیلی ممنون تا اینجا ما رو دنبال کردید. امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.